بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم به اصل و فراورده‌های اون اشاره شده و تو روایات ما هم به عنوان شفا ازش ذکر شده. تو قرآن هم در سوره نحل ذکر شده که اشاره شده که در واقع در اصل شفا هست برای مردم و استفاده از عسل میتونه شفا بشه. در روایات ما هم از پیامبر اکرم ذکر شده که العسل و شفا. ما از عسل کاربردهای مختلفی میتونیم بگیریم. یکی از کاربردهایی که تو طب سنتی هم بهش اشاره شده با توجه به گرمی که عسل داره و حرارتی که در عسل در بدن ایجاد میکنه، در واقع میتواند دفع بلغم و سردی بکنه. مثلا استفاده از یه شربت عسل، آب و عسل میتونه باعث بشه که حرارت بدن بالا بیاد و افرادی که دچار سردی مزاج هستن حرارت بدنشون بهتر بشه، قوای بدنشون بهبود پیدا بکنه، ضعف و بیحالی کم بشه. و خیلی از ما هم تجربه کردیم، یعنی موقعی که یه مقداری شربت عسل میخوریم یا یه قاشق عسل میخوریم احساس میکنیم که انرژیمون بهبود پیدا میکنه و سرحالتر میشیم. افرادی که حالا دچار بیماری هستن، دچار کمخونی هستن، میتونن این عسل یا شربت عسل رو به دفعات استفاده کنن. روزی 3 بار 4 بار شربت عسل استفاده بکنن. معمولا هم نگرانیایی که افراد دیابتی دارن که ما مثلا قندمون بالا است، اکثرا در مورد عسل واقعا صحیح نیست و میتونن عسل رو به راحتی استفاده بکنن و قند خون رو به طور معمول بالا نمیبره و میتونن عسل رو جزو شیرینیایی که استفاده میکنن و لازم نیست ازش پرهیز کنن استفاده بکنن. بنابراین عسل جزو خوراکیایی هستش که ما میتونیم برای درمان استفاده کنیم، تو پیشگیری استفاده کنیم. افرادی که کمخونی دادن میتونن از عسل، شربت عسل استفاده بکنن که اون کمخونی برطرف بشه و باعث گرم شدن، انرژی دادن به بدن میشه و همینطور باعث میشه که اون گرمی بدن بهبود پیدا کنه، بلغم کاهش پیدا بکنه، سردی و رطوبت بدن رو کاهش میده و فرد علائم سردی و بیحالیش خیلی بهبود پیدا میکنه. افرادی که احساس غلبه بلغم میکنن، مثلا سرد بدن، حال ندارن، کسلن، بیحالن، استفاده مداوم از عسل میتونه این بیحالی و سردی مزاج رو تبدیل بکنه به یه سرحالی و رفع اون بیحالی. انشالله که سالم باشید، از عسل هم استفاده بکنید، از اثرات شفابخش اون هم انشالله بهره ببرید.